بله سلام علیکم بیننده بعدی بفرمایید. سلام استاد انصاری، خسته نباشید، شبتون بخیر. سلامت باشید، خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ من صادقی هستم، از تهران مزاحمتون میشم. آقای صادقی، در مورد شما در مورد کلیپ هایی که ما پخش کردیم و مطالبی که ارائه شده لطفا صحبت کنید آقای صادقی. چشم آقای انصاری، من اون فرمایشی که الان شما با اون کلیپ ها نشون دادید من قبول نمی کنم. هیچ کدومتون رو چرا قبول نمی کنید؟ دلیلش چیه که قبول نه سندی وجود داره نه مدرک محکمی وجود داره. آقای کلینی از کبار محدثین شماست و کتاب ایشون بعد از قرآن در نزد علمای شیعه صحیح ترین کتاب هست و در مقدمه کتاب میگه که کتاب ایشون به خدمت امام زمان رسیده و ایشون گفتن که الکافی کاف لشیعتنا. ایشون رو که شما قبول ندارید، علامه مجلسی که صاحب 110 جلد بهار الانوار رو قبول ندارید، پس کی رو قبول دارید از بین علمای شیعه؟ ببینید آقای انصاری، عقیده و اعتقاد هر کسی قابل احترام، قابل این نیست که ما به اونا توهین کنیم یا تهمت بزنیم که شما چرا اینو گفتی یا چرا اونو نگفتی یا اون چیزی که من میگم باید بگی. من نمیگم اون چیزی که من. آقای صادقی محترم، ببینید اینجا الان یه تناقض در حرفهای شما وجود داره. حرفهای شما، اعتقادات شما تا وقتی که به اعتقادات من متعرض نشه قابل احترام است. وقتی که شما در اعتقاداتتون میایید به کتابی که من بهش عقیده دارم و ایمان دارم و در این کتاب میگه که انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، این قرآن معجزه محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم، یکی از کبار علمای شما میاد میگه که این قرآن تحریف شده، 17,000 آیه بوده. آقای انصاری من عذر میخوام، ببخشید، خیلی شرمنده هستم. شما الان یا از دهن من توهین میشنیدی؟ جواب سوال من رو بدید. نه، شما حرفتون حرف منطقی نبود آقای صادقی. شما اعتقاداتتون شما صحبت‌های من رو رد میدید به کسای دیگه. من الان خودم هستم و با خود شما و دارم در رابطه با این مسئله صحبت. آقای صادقی، من به شما یا به اعتقاداتتون توهین کردم؟ نه آقای صادقی، شما شیعه هستید و این کتاب‌ها کتاب‌های عقیدتی شما هست، اساس مذهب شما هست. یا این کتاب‌ها رو شما همون گونه که استاد محترم، همون گونه که شما خودتون قبول دارید یک سری مطالب رو رد کردید، یک سری مطالب رو قبول دارید، احادیث ضعیف دارید، احادیث قوی دارید، خب ما هم همین اعتقادات رو داریم. ولی من خواهش می‌کنم اجازه بدید من سوالم بکنم. من خواهش می‌کنم آقای صادقی بزرگوار، ما بینندگانی که باهامون در صحبت صادق نباشن، مثل فامیلی بزرگوار شما صادق نباشن، ما به این اجازه نمیدیم صحبت بکنن. شما اول در مورد مطالبی که در برنامه ما مثل بقیه بیننده نظرتون رو بگید با دلیل با مطرح، بعد از اون من اجازه میدم شما هر موضوعی که دوست دارید صحبت بکنید. آیا آقای کلینی و آقای مجلسی این حرفایی که زده شد در مورد قرآن، در مورد اهل سنت، در مورد پیامبر بزرگوار اسلام، در مورد خراب کردن خانه کعبه و مسجد رسول الله صلی الله علیه و سلم، آیا این حرفها رو شما از این علماتون قبول دارید یا ندارید؟ اگر قبول دارید به چه دلیل؟ اگر ندارید به چه دلیل؟ چشم. آقای انصاری، من در اون حد و اندازه نیستم که بخوام حرف اونها رو قبول کنم یا رد کنم یا بخوام در رابطه با حرفای اونها اظهار نظر بکنم. اون چیزی که به عقل ناقص من میاد، من الان یک ساعت پشت خطم زنگ زدم ازتون یه سوال کنم. اگر محبت کنید، بزرگواری کنید، خدا شاهد این خیلی منو اذیت کرده. آقای صادقی، شما را در اون دنیا بیشتر اذیت خواهند کرد وقتی که ملائکه فرشتگان به سراغ شما بیان در قبر بگن آقای صادقی شما چگونه شیعه ای بودید که چشم و گوش بسته هر چی که آخوند گفت قبول کردید. آقای انصاری، من اون چیزی رو که عقلم میگه قبول میکنم. اون چیزی که منطق میگه، خداوند پیامبری را دیگه نفرستاد به خاطر اینکه به فرمایش خود شما مغز و عقل انسان پخته میشه.
و باز به نظر من انسان‌ها بعد از 1400 سال خیلی راحت و به خوبی میتونن خوب و بد را از هم تشخیص بدن. حداقل ما اینو میتونیم تشخیص بدیم که نباید هم دیگر رو بکشیم به خاطر دین. ما هممون دین شما میگه که باید بکشیم. دین شما میگه که سنی را دعوت بکن، خونت مهمان بکن، در فرصت مناسب گردنش رو ببر. این علماتون این کارو میکردن. تأثیر من چیه آقای صادقی؟ آقای انصاری استاد بزرگوار، علمای بزرگ ما هم حتی این رو میگن، شما این رو هم بفرمایید، که میگن به هیچ عنوان نباید اهانت به اهل سنت و به علمای سنی کرد. یک نمونه، یک دلیل، یک صفحه جلد، یک از اونم. خمینی میگه که باید بهشون توهین بشه، اهانت بشه، غیبت بشن. آیت الله خویی اینو میگه، شیخ مفید اینو میگه، مجلسی اینو میگه، کلینی اینو میگه. در کجا گفته که به اهل سنت نباید توهین بشه؟ نه، من در رابطه با کلینی و یا مجلس اینا صحبت نمی کنم، اونا مال خیلی وقت پیشن. من در رابطه با افکار انسان که الان داره زندگی میکنه. آقای صادقی، برادر عزیز، یکی از علمای شما که گفته باشند به اهل سنت و مقدساتشون نباید توهین بشه، در کدوم کتاب، در کدوم جلد، کدوم صفحه؟ اتفاقا در همین روزنامه ها، مجلات خود ما در ایران. خب تشکر میکنم آقای صادقی، روزنامه ها و مجلاتتون رو من نشون دادم که چقدر دروغ میگن به اهل سنت. بفرمایید هر مطلبی که دوست دارید بگید. چشم، من عرض میخوام از آقای انصاری، محبت میکنیم این نسبت پیامبر با حضرت علی و امام حسن، امام حسین رضی الله و عمر رضی الله عنه، عثمان و ابوبکر و اینا رو و ابو سفیان و معاویه رو به من بگید، اینا چه نسبت های فامیلی با هم داشتن؟ اینا کلا همه از قبایل قریش بودن، همه از قبایل قریش بودن و اجدادشون برمیگرده به همدیگه. یعنی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، دوستان عزیز اگر این سفر رو نشون بدید که آقای صادقی بتونن ببینن، اینجا این قبایل قریش هست و این اجداد محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و بقیه اصحاب بودن. در اصل همه برمیگردن به یک تیره و به یک قبیله. اینجا البته خیلی وقت میخواد که من تک تک اینها رو من خدمت شما بخونم که عثمان و ابوبکر و عمر و علی و ابو سفیان و خالد ابن ولید و همه اینها در اصل نسبشون برمیگرده، اجدادشون برمیگرده به اجداد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. الان مثلا به طور مثال نگاه کنید، مثلا اینجا محمد، عبدالله، عبدالمطلب، هاشم، عبدمناف، قصی، کلاب، مره، اینا اجداد پیامبر هستن. مثلا در قصی اینجا ببینید بنی عبدالدار جدا میشه، عثمان، عبدمناف، هاشم، عبدالعزاد، بعد از ایشون طلحه است، عثمان کلیددار کعبه و مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنه. مثلا از مره اینجا جدا میشه قبایل مخزوم که خالد ابن ولید از اونها است، خالد ابن ولید ابن مغیر ابن عبدالله ابن عمرو ابن مخزوم ابن یقظه ابن تمیم ابن مره که یکی از اجداد پیامبر صلی الله علیه و سلم است. استاد عوض میخوام، کتابی هستش که اینا رو قشنگ به همیشه که سلامشون میدید به ما بتونیم استفاده کنیم و بخونیم؟ یاد شما در نسب قریش، شما در مورد نسب قریش در کتب انساب در کتابخانه المکتبة الشاملة میتونید جستجو بکنید در اینترنت. کتب الانساب به عربی هست و کلا تفاصیل اینا رو خدمت شما میگن. خیلی متشکرم استاد بزرگوار. تشکر آقای صادقی، خدا نگهدار شما. قربان.